در این برنامه نامه را که آقای حکمتیار به ترامپ 45 رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستاده به بحث میگیرید. وقتی که برین متن نامه راکتیار را به ترامپ بخونین، در شروع نوشته است که نامه به نمایندگی از مردم افغانستان. من میگم که به مردم افغانستان خودشان هم میفهمند، باید بگویم که او از ملت افغانستان نمایندگی نمی کنه، او از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنه، بلکه از مشت تروریست ها و آدم کشا و نوکرای بیگانگان نمایندگی می کنه. پس نامه از طرف ای کسا روان شده، نه مردم افغانستان. و این نامه نامه های دوستانه که حاوی تقاضای بسیار محترمانه از رئیس جمهوری یک کشور جنایت پرور، کشور تبهکار، کشور ویرانگر، کشور اشغالگر و استعمارگر که اونیا ما نمونهش در افغانستان میبینین آمریکا. بله طبعا این نوع یک نامه فقط کسایی میتونه روان کنه که جیرخور و نوکرش باشه و مزدورش باشه، مردم به هیچ وجه روان نمیکنه. با فرستادن این نامه به ترامپ، من فکر کنم که راکتیار چشمک زدن به ترامپ نشان میده یا اینکه چشمک میزنه طرفش که ما رو فراموش نکنین. می رقم که ما اوباما سر ما دست کشید و ما را دمید 15 سال در حکومت جای به جای کرد و میال سر ما کار میکنه. ما امون نوکرای گذشته تان هستیم که از 40 سال پیش نوکری تان قبول کردیم، دستتان سر ما باشه و هر کاری که شما بخواین ما طبق مو عمل میکنین، به دولتان میرقصیم. بنان ما را فراموش نکنی. بیشتر به خاطر ازی بود که اگر ما گپای زد امریکایی میزنیم، جهاد علی امریکا میزنیم و خروج نیروهای امریکایی میزنیم، اینا گپای است که به خاطر فریب مردم، چون ما مجبور هستیم چیزایی را بگوییم. بیشتر نامه این محتوا را دارد. ترامپ هیچ نوع تأثیری را سر سیاست خارجی امریکا یا استراتژی که امریکا بر افغانستان نمیگذاره، به خاطر که قبل از قبل تعیین شده است. البته ببینیم که از چند دهه بعدی سو سیاست دقت یا استراتژی جهانی امریکا توسط ابرسرمایه‌دارا و سرمایه مالی و اینا تعیین شده و خود رئیس جمهورهایی که یک پشت دیگه میآید دقت آنمو هربای دست او سرمایه‌دارا است. دقت رئیس جمهورهای انحصاری است که فقط سیاست‌ها را پیش می‌برد. و امروز در قبال افغانستان سیاست را که امریکا قبل از قبل تعیین کرده او به هیچ وجه تغییر کردنی نیست. شاید چیزای ظاهری تغییر بکنه، اما پایه‌ای به هیچ وجه تغییر نمی‌کنه. پایه‌ای به این مفهوم که امریکا دقیقاً افغانستان به عیس یک از لحاظ یعنی موقعیت کلیدی و استراتژیکی که برش داره به هیچ وجه نمی‌خواد از دست بده. همیشه گفتیم ما طرفدار خروج نیروهای ناتو از افغانستان هستیم که نیروهای آمریکایی هم شامل هستند. نظر داریم به هیچ وجه نیم. ما با حزب اسلامی و طالبان کاملا متفاوت هستیم. طالبا و حزب اسلامی به سرکردگی گفتم پیشتر راکتیار اینا نوکرا دستپروردهای خود آمریکاست. ایره ما نی، بلکه بسیاری از تحلیلگرا و مقامات خود آمریکایی، پاکستانی و در منطقه و حتی در غرب همیشه این گپ میزنه که دقیقاً گلبدین و طالب در ساخته و پرداختی خود آمریکاست. و ایره نادیده نگیریم که زمانی که در زمان داوود خان گلبدین به پاکستان میره، در زمان بوتو و پس در زمان ضیاءالحق امی گلبدین کی معرفی میکنه به آمریکا؟ و در زمان جنگ های تنظیمی بیشتر از 70% کمک های غرب به شمول امریکا به نمی حزب اسلامی میرفت و یا میرفت. بنابراین فرقی که ما داریم است که اینا فقط در سطح حرف و شعار علیه امریکا شعار میتن، هرگز نیستن. با پولای امریکا کلان شده، با پولای امریکا بزرگ شده و فعلا با پولای امریکا دوباره سر مردم افغانستان تحمیل میشن. ولی ما زمانی که مخالفت خود با امریکا اعلان میکنیم و اشغالگر میگیم، یکی از دلایل به این خاطر است که تمام این گروه های اخوانی و تروریست پرور جنایت پیشه را به قصد مردم افغانستان تحمیل میکنن. یکی از علتش است. علت دومیش است که این دولت های دست نشانده و پوشالی را سر مردم افغانستان تحمیل میکنن. ولی اینا کسایی هستند که با می دولت پوشالی دست یکی کرده. در 15 سال گذشته اینا با اینا در قد قدرت بود. در می دولت ساخت امریکا و در دو سال دولت وحشت ملی که ساخت جان کریس رو همگی میدانن که پیش ازنیم. اینا در می دولت هست. امیال محمد خان مامان عبدالله کیست؟ اینا خود زیاده قد قدرت است. بنان من میگم اینا فقط در سطح حرف و شعار علی بادار خود گپ میزنه و از پس پرده همگی معلوم است. و امروز ما چند چیز میخوایم که برتان امیال رئیس سند بگویم. یکی که ایشیا تایمز تاریخ 24 سپتامبر 2006 چی تحلیل میکنه؟ میگه بازگشت گلبدین معامله پس پرده امریکا و پاکستان است. و خود رستم شاه مهمند سفیر سابق پاکستان در افغانستان در یک گفتگوی با رادیو آشنای صدای امریکا در 5 میزان 1395 فقط ماه سپتامبر چی میگه؟
میگه پیوستن گلبدین به دولت کابل تاثیر بر تامین صلح در افغانستان نداشته، بلکه پاکستان کوشش میکنه بله. به وسیله او نفوذ خود به طرف نظر شما چیست؟ این به خاطر میگم که نه، حتی تحلیلگرایی رو میگه که این یک دست پرورده است، خلاصه این میای سر مردم افغانستان تحمیل شده، این سیاستای ضد آمریکایی ناقص. و دیگه پس برمیگردم بو گپ، من میگم کسایی که دلیل استدلال در مقابل جنایت ها و خیانت هایی که در حق مردم افغانستان انجام داده نداره، عفت کلام پیش نکنه، به خاطر که اگه گپ عفت کلام بیایه باز رهبرشان معلوم است که چیکاره بود. مردم افغانستان از دوران مکتب و پانتون میشناسن تو خارج و سازمان روا که خانم غفاری عضوش است، هم معلوم است که از کدام مسیر تا بال حرکت کرده، ای خورده است نمیفهمه. از 30 سال پیش کسایی که در حرکت بودن اونا رو من میشناسم و دیگرها هم میشناسم. مشخصتر بگوین وقتی سازمان روا سازمان روا خانم غفار خورد از نظر شما، یعنی سنش به اون سن نیست که 30 سال پیش خود بشناسه که از کدام آدرس آب خورده، از کدام دسترخوان غذا خورده و اینا دست برده کی هستن. خانم غفاری شعار میده که ما صلح را نمیخوایم، جنگ میخوایم، حضور امریکا را نمیخوایم، ما ناتو را نمیخوایم، ما طالبان را نمیخوایم. خانم غفاری تو چی داری؟ خودت بفرما چقدر تشکیل داری؟ اگر تو میری خودت هم از یکی از سفارتخانه از کدام سفارت مشخص؟ خب هر سفارتی که میگیره، از هر سفارتی که میگیره تو میری از سفارتخانه شو میمانی میخوری و صبح میای شعار میدی و ملت مردم افغانستان میگی که ناتو رو نمیخوایم، حکمتیار رو نمیخوایم، طالبان رو نمیخوایم، حکومت دست نشانده رو نمیخوایم، احمدیار حکمتیار رو نمیخوایم، استاد ربانی رو نمیخوایم، فلانی خیکی رو میخوای تو؟ این به ملت افغانستان معلوم است ما چون همیشه صدای اعتراض خود بلند کردیم علیه ظلم و ستم و بیعدالتی در هر گوشه و کنار افغانستان که بوده و مردم شاهد است که ما امروز در سراسر افغانستان نفوذ داریم، در قرا و قصبات در بین مردم کار میکنیم و حمایت مردم هم با خود داریم. این که حالا هر کسی بیایه هر چیز بگویه، هر اتهام بزنه، ما اصلا رو پشقل وری ارزش هم نمیتیم و ارزش هم به مردم افغانستان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این گپایسن که نا بخواد طرفه بره از گپ اصلی، دور بره از واقعیت های افغانستان و پرده پوشی کنه روی جنایات و مزدوری و نوکری خود، بازی گپا رو پیش میکنه. من به چند مسئله میخوام اشاره کنم چیزی که شما گفتین سوالاته. اول من میگم که جناب یک کمک باید سطح آگاهی خود بلند ببره که یک سازمان وابسته به یک حزب بگه، یک حزب وابسته به یک سازمان بگه. شما هم قدر نمیفهمین که یک حزب میتونه سازمان‌های متعدد در درون خود داشته باشه. شما چطور حزب همبستگی رو میگی مربوط راواست؟ این یک کمک معلومات تان اول، من با جزئیات از این نمیرم. و دومی که میگن در سفارتخانه شب، سفارتخانه رهبرشان است. خوب است. این رو هم ببینن. به خاطر پوشش اعمال خود بله بله میشه در این دست. بله بله معلوم است که رهبرشان در کدام سفارتخانه در کجا میره. یک و دوم دخترای رهبرتان نبود که سفارت امریکا رفت؟ رفت؟ پس لطفاً متهم گرفتن شاید تو هم بری، بر ویزا گرفتن شاید من برم. بخاطر معامله، بخاطر ازی که بیایه گلبدین قبول بکنه و معامله با گلبدین بکنه، دوباره اون نوکر خود اینا بتونه جای به جای کنه، بخاطر دخترای خود اول روان کرده سفارت امریکا. اینا زمانی که منافعشان باشه، زمانی که منافعشان باشه، بازینا از همه چیز تیر است. این رقم کال علی زنا گپ میزنه و علی زنا تیزاب پاش کابل که مشهور است که به روی زنا چی رقم باز فراموش میکنه، مسائل باز دختر خود به سفارت هم روان میکنه. امروز باز اینا هست که گپ میزنه که شما چادر به سر کنین، فتح کلام مراد کنین، شما من افهم حجاب ندارین، مسلمان نیستین و صدها کلمات دیگه که میزن، تمام چیزا فراموش شان میشه. برای چی دختران خود روان کرد؟ برای چی؟ به خاطر که در مذاکره را از طریق دخترای خود باز کرد. چند سند دیگه که به خاطر استقلال اینا میگن. من میگم که در حوت 1366 امی حزب اسلامی در جریده نشتی خود، جریده رسمی خود نشر نکرد که خلاصه پاک افغانستان ما به پاکستان ملحق میکنه و خواهان عزیز و نقل قول مشخص خود گلبدین که در جریده رسمیشان آمده چی نوشته کرده. اگر هر دو کشور نظام اسلامی حاکم باشد، ما ترجیح میدهیم که مرز میان ما از میان برداشته شود و هر دو کشور مبدل به یک کشور گردد. شما از کدام استقلالیت گپ میزنید؟ به خدا به خاطر کدام آزادی؟ و امروز و باید بگذرم، امروز 15 سال است که شما دقیقاً افغانستان در بس به 41 کشور فروختین. چرا؟ چون رئیس دفتر کرزی کی بود؟ از حزب شما بود. وزیرا کی بود؟ فارق واردک و خرم و دگه و دگه، همه گیشان یا کی بودن؟ سباون. اینا دقیقاً می کسا شما در بس امروز از استقلال گپ نزنید. برسین میگن حزب اسلامی طرفدار صلح است و شما صلح نمیخواین. من میگم که صلح اصلا در قاموس حزب اسلامی جایی نداره، چون 40 سال مکمل است که فقط
به کشتار و قساوت و مردم افغانستان اینا شهرت داشته و هر روز جانای مردم افغانستان میگیره، حتی دی 15 سال گذشته. ما صلح میخواهیم، طرفدار صلح هستیم، اما نه در بدل زیرپا شدن عدالت، نه در بدل زیرپا شدن خون فرزندای شریف این ملت، به او بدل به هیچ وجه نمیخوایم. فقط یک اشاره دیگه میخوایم بکنم که بیشتر گفتیم که همه را نمیپذیرین. ما جنایتکارا را نمیپذیریم. بله بارها میگم، با بسیار جرأت میگم که تمام کسایی که جنایت کرده، اگر گلبدین است، اگر ربانی است، سیاف و همگیش، نمیپذیریم، چون ملت افغانستان نمیپذیره. جنگ های کابل نماینده زیست، نوکر زیست، ولی مردم افغانستان این را بسیار به خوبی درک میکنه. ما اونا را میپذیریم و ما یک دولت مردمی میخوایم که از مردم باشه. چرا که از این آدرس یک کسی دیگه امی اعمال کرد وال پناهنده در کانادا و اینا میخوان جای برن، اگر میری بسم الله شما هم بفرماین برن. در غیر از او خواهرای ما در پالی ما مبارزه کردن، خانم های من میگم از گپ آخر از یا شروع کنم. امیر رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی خودش انتحاری را، آقای امین، امی انتحاری را نپذیرفت، تایید نکرد، گفت ما باید این کار بکنیم. این ریده می چند روز پیش بگذاریم از دیگیش، میاییم سر چند مسئله دیگی که پرداختن زیاد از پناهندگی. ما اگر ذوق زده خارج مثل شما می بودیم، افغانستان جای مبارزه است و از اینجا علیه ستم و بیعدالتی و اشغال ما مبارزه کردیم و مبارزه میکنیم. هرگز به خاطر پناهندگی هم نبوده و اگر چنین میبود شما لطفاً بفرمایید یک نفر بگین ولی از شما از رهبرتان گرفته که پناهنده است تا به کریم امینی که پاسپورت فرانسوی در جیبه کش است که با مجرد که شور خود باز پس بگریزه و می رقم از همه ایتان پاسپورتک های دومی تان در جیبتان است که با مجرد که زرداد یا ده تای دیگی تان که می رقم هر کدومش کال نام بگیرم در کدام کشور ها بودین. بنان ای دقیقت مهر سیاهی که در پیشانی هایتان خورده سر مردم افغانستان سردگاه نگوین. و از طرف دوم میگه که اگر واقعا جنایتکار نیست گل بدین، اگر امیر راکتیار کابل تباه نکرد، برباد نکرد، پس چرا دلست سیاست؟ چرا؟ چرا؟ لست سیاه یوهل است. باشه یک لحظه، یک لحظه. من دیگه سوالم دارم. دیگه سوالم از شما دارم. گوش بگیرید. لست سیاه مگم از لو محفوظ آمده. بله بله. مثل تو بار شخصیت هایی که اصلا عدالت نمیفهمم. سیاست نمیفهمم. اگر شخصیت هاست، اگر شخصیت هاست، پس چرا امریکا پس هیئت مذاکره کننده تان میره؟ من میفهمم. یقین دارم که بدتر از انتحاری اعمال تو، کردار تو بدتر از انتحاری هست. یک لحظه، یک لحظه. نه نوبت ماست، نه نوبت ماست، یک لحظه. اعمال شما، من میگم تمام جنایت هایی که کردین در اسلام چی چیزی گفتن؟ من میگم تمام کردار تو بدتر از انتحاری است. شما را بدتر از انتحاری اشاره میکنه. انتحاری کسایی که کسایی که بر زنا تجاوز کرد اسلام همین چیز گفته. شما از اسلام گپ میزنید. کسایی که کابل و ایران کردن همین چیز گفتن. یک لحظه، یک لحظه، یک لحظه. نه نوبت ماست، بون که من یک لحظه پرسان کنم. پرسان کنم. آیا 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 امیاد اسلام اومده؟ در اسلام همین چیز اومده که شما میگین از اسلام میگه. به هیچ وجه فساد جامعه را رشد میدید. امروز انتحاری تو بدتر هستی. شما از کدام فساد گپ میزنه؟ کدام فساد؟ تو ایران دامن میزنه. بگو نامش بگیر. نامش بگو این فساد. بیا تو خارج از این بس تلویزیون بشی. نه هیچ خارج از اینه. پیشروی مردم افغانستان بگیم که فساد کی دامن میزنه؟ کسی که از فساد گپ میزنه، کسی که از فساد گپ میزنه، من میگم که هیچ جای در جنبه خیلی تشکر. چی اخلاقی بودین رهبر بیمارتان فراموش نمیکنه. خیلی تشکر. اشخاص و افراد مریضی که جامعه را میخواد به بحران بکشه، مردم میخواد که سوء زن برش خلق بکنه، نباید بس خواسته شود، نباید برای از او چانس و فرصت ازی داده شود که مردم ملت توهین بکنه، دین توهین بکنه، ملت کس توهین نکرده، دین کس توهین نکرده. آقایان احمد سعیدی استاد دانشگاه یک چیز من برات میگم شخصیت ازی نیم فیصد 0.5% از این جامعه اسلامی غفار و